به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه های تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح بشوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد با فعال بودن در کلیسا با دیگران مشارکت دارد. نگاهی خواهیم داشت بر اینکه رسولان چگونه ماهیت کلیسا را شهر دادند سپس در مورد نحوه عمل کرد و نحوه رشد کلیسا یاد خواهیم گرفت. نکته یک ماهیت کلیسا واژه کلیسا در زبان اصلی به معنی قوم فراخوانده شده خدا است کلیسا شامل انسانهایی است که خدا از تمام اقوام این جهان فرا میخواند تا قوم او باشند رسولان از تصاویر مختلفی برای شرح قوم خدا استفاده می کنند و این تصاویر ماهیت کلیسا را شرح می دهند بیایید به پنج نمونه از این تصاویر توجه کنیم. تصویر اول کلیسا کلیسا قومی است که روح القدس در میان آنها ساکن است. اول پتروس فصل دو آیه پنج را بخوانم. تا شما نیز مانند سنگ های زنده در دست خدا در بنای آن امارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. مهمتر این که شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز می باشید پس قربانی های مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیسی مسیح تقدیم کنید. اجازه بدهید که افسوسیان فصل دو آیه 19 الی 22 را هم بخوانم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا قریب و بیگانه نیستید بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت آییم شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. بسیاری از مردم به کلیسا به عنوان مکانی اشاره می کنند که در آن مسیحیان همدیگر را ملاقات می کنند. ولی کتاب مقدس کلیسا را به عنوان گروهی شهر می دهد که روح القدس در آنجا ساکن است. پس کلیسا خانه روحانی یا معبدی مقدس نامیده می شود و هر مسیحی نیز یک سنگ زنده نامیده می شود. اعمال فصل 17 آیه 24 الی 25 می گوید خدا در معبد ساخته شده به دست انسان در بناهای سنگی ساکن نمی شود و می گوید که دستهای انسان خدا را خدمت نمی کند گویی او به چیزی محتاج باشد کلیسا هرگز مکانی از جنس سنگهای مرده نیست بلکه گروهی از انسانهای زنده است که مسیح در قلبشان زندگی می کند تصویر دوم کلیسا کلیسا خانواده خدا است اجازه بدهید اول تیموتائوس فصل سه آیه 14 الی 15 را بخوانم با اینکه امیدوارم نزد تو بیایم اما این نکات را می نویسم تا اگر آمدنم به تأخیر افتاد بدانید چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کنی کلیسایی که خانه و ستون و پایه حقیقت است در بعضی جاها مسیحیان کلیساهای خود را مانند شرکتهایی سازماندهی می کنند که توسط رؤسا و کارمندان اداره می شوند. آنها شیوه شرکتهای موفق دنیا را دنبال می کنند که دارای ساختار سلطه دیکتاتوری و شامل قوانین شرکت و پول می شوند. ولی کلیسا یک شرکت نیست بلکه خانواده یا خاندان خدا. در این خانواده خدا با فرزندان خود به عنوان یک پدر ارتباط پیدا می کند و اعضای این خانواده با یکدیگر به عنوان برادر و خواهر ارتباط دارند. کسی با استخدام یا انتصاب عضو این خانواده نمی شود بلکه فقط با تولد تازه از طریق روح القدس. مهمترین قانون این خانواده این است محبت کردن خدا با تمامی دل و حیات خود و محبت کردن همسایه همچون نفس خیش. تصویر سوم کلیسا کلیسا قوم مقدس خداست که از میان تمام اقوام روی زمین انتخاب شدند اجازه بدهید اول پتروس فصل دو آیه نه الی ده را بخوانم. اما شما مانند آنان نیستید شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خاص خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است زمانی شما هیچ هویت نداشتید اما الان فرزندان خدا می باشید زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی بهره بودید اما الان مورد لط و رحمت او قرار گرفته اید اجازه بدهید مکاشفه فصل پنج آیه نه را هم بخوانم. هنگامی که این موجودات زنده به آن کس که بر تخت نشسته بود و تا ابد زنده است جلال و حرمت و سپاس فرستادند. بعضی مسیحیان کلیساهای خود را به عنوان کلیسای ملی می دانند که شامل اقوام دیگر نیست ولی کتاب مقدس تعلیم می دهد که کلیسا یک کلیسای بین المللی است که متعلق به خداست. قومی مقدس و منتخب خدا که شامل افرادی از میان تمام قبیله ها گروه های انسانی و اقوام جهان است که دارای زبان های گوناگون می باشند. در افسوسیان فصل دو آیه چهارده الهیجده پولس رسول تعلیم می دهد که مسیح با مرگ خود بر صلیب دیوار جدایی و دشمنی که قوم یهود را از امتها جدا ساخته بود برداشت و قوم منتخب خود را از میان تمام قومها با خدا و همچنین با یکدیگر مصالحه می دهد. تصویر چهارم از کلیسا کلیسا گله خداست که شبان نیکو آن را هدایت می کند. اجازه بدهید اول پتروس فصل دو آیه 25 را بخوانم. از آن رو که ما مانند گوسفندان گم شده بودیم لیکن اکنون به سوی شبان و ناظر یا نگهبان جانهای خود برگشته اید. اجازه بدهید اول پتروس فصل پنج آیه یک الا چهار را هم بخوانم. پیران را در میان شما نصیحت می کنم که من نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید. نه به زور بلکه به رضامندی و نه به جهت سود قبیه بلکه به رضایت و نه چنان که بر قسمتهای خود خداوندی کنید بلکه به جهت گله نمونه باشید تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپجمرده جلال را بیابید در اغلب جاهای دنیا گله گاوها جلوتر از گله خود حرکت می کنند اما گوسفندان همیشه پشت سر شبان خود حرکت می کنند کلیسا نیز نباید شبیه گله گاوان باشد که در جهتی خاص و به زور حرکت می کنند و رهبرانشان بر آنها خداوندی می کنند. بلکه کلیسا بایستی همیشه مانند گله گوسفندان باشد که شبان اعظم خود یعنی عیسی مسیح را به هر جای که او آنها را میبرد پیروی کنند و توسط رهبرانی که خود مطیع عیسی مسیح هستند خدمت کرده و محبت شوند کلیسا به عنوان گله خدا متعلق به این رهبران نیست بلکه متعلق به خداست به علاوه کلیسا نباید توسط سلطه دیکتاتوری آن رهبران به سمتی کشیده شود که آنها میخواهند بلکه بایستی توسط شبانانی هدایت شود که مردم را در جهتی که خدا میخواهد هدایت میکنند و نمونه شخصی از خود به جا میگذارند تصویر پنجم از کلیسا کلیسا بدن مسیح و شامل اعضای بسیار متفاوت است اجازه بدهید افسوسیان فصل یک آیه 22 الی 23 را بخوانم. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد. کلیسایی که در حکم بدن اوست و او سرچشمه و عطا کننده ی همه چیز در همه جاست. بسیاری از مسیحیان کلیسا را یک سازمان و یا ساختاری با قوانین و سنت ثابت می دانند که توسط انسانهای گذشته طراحی شده است ولی کتاب مقدس تعلیم می دهد که کلیسا موجودی زنده به نام بدن مسیح است که مدام به رشد و احیای خود ادامه می دهد. مسیح سر این بدن است و تمام ایمانداران در مسیح اعضای این بدن هستند. کلیسا بایستی مانند یک بدن عمل کند و نه مانند یک سازمان. در یک سازمان بعضی اعضا از دیگر اعضا مهمتر هستند. اما در کلیسا اهمیت همه اعضا مساوی است در یک سازمان شیوه ها و قوانین میار نهایی هستند برای اعتقاد آوردن و رفتار کردن اما در کلیسا فرامین و تعالیم خدا در کتاب مقدس میار نهایی ایمان و رفتار است در یک سازمان تصمیم گیری با رأی دیگری است اما در کلیسا تصمیمات همیشه بر مبنای کتاب مقدس و بر اساس توافق مشترک جمع می باشد. اغلب سازمان ها دارای اهداف اختصاصی و محدود هستند اما کلیسا به تمام جنبه های زندگی توجه می کند و به راستی و به عدالت به ایمان و رفتار به شخصیت و رشد آن به زندگی خانوادگی و به اجتماع به زندگی فعلی در زمان حاضر و به زندگی آینده در حالی که اعضای اغلب سازمان ها در نگرش و فعالیت هایشان یک شکل هستند اعضای کلیسا متفاوت و دارای تعدد اعضا می باشند آنها عطایای بسیار متفاوتی را دریافت و کارهای متفاوتی را در کلیسا و جهان انجام می دهند کار تمام این مسیان مورد نیاز است و همه به کمک سایر اعضا نیاز دارند نکته دو نحوه عملکرد کلیسا اجازه بدهید اول قرنتیان فصل دوازده آیه چهار الا هفت و آیه دوازده الا بیست و شیش را بخوانم. اگرچه عطایایی که خدا به ما میبخشد گوناگون است اما اصل و منشه تمام آنها روح القدس است. با اینکه می توان خدا را از راه های مختلف خدمت کرد اما همه همان خداوند را خدمت می کنیم. خدا یکی است اما به صورت های مختلف در زندگی ما عمل می کند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار می کند. در واقع روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوگر می سازد تا از این راه کلیسا را تقویت نماید. بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می گیرند بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. بلی بدن فقط دارای یک عضو نیست بلکه اعضای گوناگون دارد. اگر روزی پا بگوید من چون دست نیستم جزو بدن نمی باشم آیا این گفته دلیل می شود که پا جزو بدن نباشد؟ یا اگر گوش بگوید من چون چشم نیستم جزو بدن به حساب نمی آیم چه پیش می آید؟ آیا این سخن گوش را از سایر اعضای بدن جدا می کند؟ فرض کنید تمام بدن چشم بود. در آن صورت چگونه می توانستید بشنوید؟ یا تمام بدن گوش بود؟ چگونه می توانستید چیزی را بو کنید؟ اما خدا ما را به این صورت خلق نکرده است. او برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را درست در همان جایی که لازم می دانست قرار داده است. اگر بدن فقط یک عضو می داشت چقدر عجیب و غریب می شد. اما خدا بدن را از اعضای متعدد ساخت ولی با وجود این بدن یکی است چشم هرگز نمیتواند به دست بگوید من احتیاجی به تو ندارم سر هم نمیتواند به پا بگوید من نیازی به شما ندارم برعکس بعضی از اعضا که ضعیفترین و بی اهمیت اعضا به نظر میرسند در واقع بیش از سایرین مورد نیاز میباشند ما همچنین آن اعضایی را که زشت و بی به نظر می آیند مورد مراقبت بیشتر قرار می دهیم و آنها را به دقت می پوشانیم در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارند بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای بظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه من باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد تمام اعضا با او شادی می نماید. در رابطه با نحوه عملکرد کلیسا کتاب مقدس سه اصل مهم را تعلیم می دهد. اولین عملکرد کلیسا کلیسا باید انجیل نجات را معزه کند. بدون ایمان به عیسی مسیح هیچ کس نجات پیدا نمی کند. ایسا می گوید اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمی توانید ملکوت خدا را ببینی. این که می گویم این حقیقت است. آنچه چه می گویم این حقیقت است تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمی تواند وارد ملکوت خدا شود پولس رسول میگوید تنها راه در یک کلیسا عوض شدن تعمید گرفتن با روح القدس است تعمید گرفتن با روح القدس همان دوباره متولد شدن است هیچ کس یک مسیحی به دنیا نمی آید یک مسیحی باید دوباره متولد شود دومین عملکرد کلیسا کلیسا با سی تنوع عطایا و کارها را بپذیرد. گرچه مسیح دارای یک بدن است ولی این بدن شامل اعضای مختلفی می شود. این تفاوتها در ارتباط با عطایای روحانی مختلفی است که دارند. خدمات مختلفی که برای آن دعوت دارند و در ارتباط با طرق مختلفی است که روح القدس از طریق آنها کار خود را در کلیسا ظاهر می سازد. برای مثال به یک مسیحی عطای روحانی تعلیم داده شده و او دعوت دارد که به عنوان یک معلم در بین بچه ها خدمت کند و توانایی خدمت تعلیم خود را به خصوص در کشیدن تصاویر و به خوبی بازگو کردن داستانهای کتاب مقدس ظاهر کند. مسیحی دیگر نیز دارای همین عطای تعلیم است. او دعوت دارد که به عنوان یک معلم در بین بزرگ سالان خدمت کند و توانایی تعلیم خود را با به خوبی رهبری کردن بررسی های کتاب مقدس ظاهر سازد و غیره. اعضا از نظر مکانی که در کلیسا به کار گرفته می شوند نیز با هم تفاوت دارند. برای مثال یک مسیحی با عطای روحانی رحم در ارتباط با کمک و اعضای نیازمند در کلیسای محلی به کار گرفته می شود. و مسیحی دیگر با همان عطای رحمت در ارتباط با کمک به نابینایان و معلولین در اجتماع خود به کار گرفته می شود و غیره. ویژگی کلیسای حقیقی یک شکل بودن نیست بلکه تنوع همشکلی منجر به ایجاد تفرقه می شود چون اعضای مختلف در آن کلیسا فرصت نمی که با عطایای روحانی و خدمت خود عمل کنند اما وجود تفاوت منجر به اتحاد واقعی می شود چون خدمت هر مسیحی مورد نیاز است و هر مسیحی به خدمت سایری نیز نیاز دارد کلیسا فقط در صورتی قادر به ارائه کاری است که باید انجام دهد که دارای اعضای متفاوتی باشد و فقط وقتی می تواند به ماهیت حقیقی خود دست یابد که همه اعضای آن توسط بخش مرکزی یعنی سر که همان عیسی مسیح است اداره شوند. عملکرد سوم کلیسا اعضای کلیسا به طور متقابل به یکدیگر وابسته هستند. در کلیسا هیچ دلیلی برای احساس حقارت یا احساس برتری و ارزیابی کردن وجود ندارد. چشم به گوش و دست به پا نیاز دارد. برای عملکرد کلیسا وجود هر عضو ضروری است هر یک از اعضا بایستی برای اعضای دیگر حق تقدم قائل شود و به آنها توجه نشان دهد یعنی اینکه آنها بایستی مسئولیت های نسبت به یکدیگر به عنوان مثال هم کردن بارهای یکدیگر را نه تنها نسبت به اعضای کلیسای محلی خودشان بلکه همچنین نسبت به اعضای بدن مسیح در سرتاسر سر جهان نشان دهند نکته سه نحوه رشد کلیسا اجازه بدهید افسوسیان فصل چهار آیه یازده الا شونزده را بخوانیم. به این ترتیب او عطایا و استعدادهای خاصی به ما بخشید به بعضی از ما عطای خاص یک رسول را داده است به ادعی ای این عطا را داده است که از خدا پیغام دریافت کنند و آن را به دیگران اعلام نمایند به برخی استعداد فوقالعاده داده است که مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به برخی دیگر این توانایی را داده است که مانند یک شبان از قوم خدا مراقبت کنند و ایشان را رهبری نمایند و تعلیم دهند. مسیح این عطایا را با این هدف به ما میبخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد تا سرانجام همه ما در ایمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده رشد کنیم و به پری مسیح برسیم در آن صورت دیگر مانند اطفال نخواهیم بود که در اثر سخنان دیگران و دروغ هایی که برای گمراهی ما میگویند هر لحظه نسبت به ایمانمان تغییر عقیده بدهیم بلکه با عشق و علاقه همواره در پی راستی خواهیم رفت راست خواهیم گفت راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست تا به این ترتیب به تدریج در هر امری مانند مسیح شویم که سر کلیسا می باشد تحت هدایت مسیح است که تمام اعضای بدن او یعنی کلیسا در جای خود قرار میگیرند. هر اندام با روش خاص خود به های دیگر کمک می کند به طوری که تمام بدن در تندرستی کامل و پر از محبت رشد می نماید. کتاب مقدس تعلیم می دهد که نحوه رشد کلیسا دارای سه اصل مهم است. کلیسا نباید بیستد و بدون تغییر باشد بلکه بایستی از نظر کیفیت روحانی و کمیت رشد کند. رشد آن از نظر کیفی شرط لازم و ضروری رشد آن از نظر کمیت است. کلیسا با خدمت تک تک اعضا و رشد مداوم یکدلی در روابط ایمانداران و همینطور با افسایش مداوم بلوغ تک تک ایمانداران بنا می شود. اولین اصل در رشد کلیسا کلیسا با ترقیب ایمانداران در برقراری ارتباط محبت آمیز رشد می کند. این ساختمان متشکل از هر یک از اعضا می باشد. مسیحان بایستی با انجام مسئولیت هایی که نسبت به یکدیگر دارند همدیگر را بنا کنند برای مثال یکدیگر را محبت کنند بارهای همدیگر را حمل می کنند یکدیگر را ترغیب و تشویق می کنند همدیگر را تعلیم و با تمام حکمت به همدیگر هشدار می دهند اتحاد آنها در روابطشان بستگی به ایمان و معرفت تام پسر خدا دارد یعنی یگانگی و اتحاد کلیسا بستگی به تعالیم کتاب مقدس دارد که قسمت اصلی ایمان مسیحی ما را تشکیل میدهد و یگانگی کلیسا بستگی به شناخت هر مسیحی از عیسی مسیح به عنوان نجات دهندهش داشته و همچنین بستگی به مشارکت روزانه او با مسیح دارد. دومین اصل در رشد کلیسا کلیسا با شاگرد مسیح ساختن ایمانداران جدید رشد می کند. منظور از یک شاگرد مسیح یک مسیحی بالغ است. همه مسیحیان بایستی در شاگردسازی سهیم باشند. آنها از طریق افسایش ارتباط نوایمانان با مسیح با رشد شخصیت آنها و همینطور اطاعت بیشتر آنها از مسیح از آنها شاگردان مسیح می سازند. میار بلوغ همیشه شباهت به مسیح است. بعضی نتایج قابل مشاهده بلوغ ثبات داشتن در تعالیم کتاب مقدس راستی در اعتقادات سخنان و اعمال و داشتن محبت در تمام روابط است. سومین اصل در رشد کلیسا کلیسا با تجهیز تمام ایمانداران در خدمت رشد می کند. به خصوص مسیانی که دارای عطایا هستند و نه رهبران کلیسا تچیز ایمانداران را انجام می دهند. مسیحان تچیز می شوند تا خدمات بسیاری را در کلیسا انجام دهند. برای مثال، بعضی مسیحان تچیز می شوند تا بشارت را انجام دهند. سایر مسیحان تچیز می شوند تا شاگرد سازی کنند. به همین صورت، مسیحان دیگری تچیز می شوند تا موعظه کنند، تعلیم دهند، مشورت دهند، خدمت کنند، ببخشند و دلسوزی و رحم داشته باشند هیچ یک از اعضای کلیسا نباید در کلیسا غیر فعال باشد هر عضو کلیسا بایستی بالاخره در کاری که مسیح به او محول کرده عمل کند تکلیف برای هفته آینده اول یکی از عملکردهای زیر را انتخاب و در کلیسای خودتان کاربرد آن را آغاز کنید کلیسا با ایجاد روابط محبت رشد می کند. کلیسا با شاگردسازی نو ایمانان به سوی بلوغ در مسیح رشد می کند کلیسا با تجهیز تمام ایمانداران برای انجام خدمتشان در هر جا و در کلیسای جهانی روشت کند. دوم کتابهای دستور عمل بروید و شایدم بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www2 net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار میکنم کنم w d o سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

امیدواریم این دو روز باعث تشریح و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersion at gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.